بچه عزیز، در این قسمت میخوام با شما آشنا بشیم با همدیگه با نرم افزار مایکروسافت آفیس ورد 2007 از استارت آل پروگرامز زیر مجموعه آفیس و بعد مایکروسافت آفیس ورد 2007 این رو انتخاب میکنم. حتی میتونم این رو با کلیک راست همینجا سن تو و بعد دسکتاپ کلیک کنم. ببینیم اینجا اضافه شد. خب حالا این رو من باز میکنم، دوباره کلیک، این برنامه باز میشه. این برنامه یکی از بهترین برنامه های تایپ کردن و نامه نوشتنه که از طریق کامپیوتر انجام میشه و بعد میتونیم اون رو چاپ کنیم. خب یه ذره بین اینجا داره، من میتونم این رو ریستر ببینم. ببینید ریستر، این اندازه کاغذ منه، میتونم نه خیلی درشت‌تر بذارم اینو. من همیشه اینو وسط قرار میدم که روی 100 باشه، دقیقاً روی 100. خب قبل از اینکه من بخوام تایپ هم رو انجام بدم، یک سری نکات رو باید رعایت کنم. یعنی چی؟ خب من قبل از اینکه تایپ کنم، الان سایز کاغذ من چند در چنده؟ خب این خیلی مهمه که اول من سایز کاغذ خودم رو تعیین کنم و بعد شروع تایپ کنم. خب پس من اول باید بیام توی یکی از این سرورگ ها، به هر کدوم از اینها میگن سرورگ. سرورگ سوم، اول هوم، اینسرت، پیج، لی‌آوت که سومی هست. میزنم این رو، این یه گزینه کوچولو اینجا هست سایز. ببینید شکل کاغذ رو هم نشون داده. کلیک میکنم، سایز های آماده رو به من نشون میده. من A4 رو انتخاب میکنم. ببینید من قبلا هم انتخاب کرده بودم. خب A4 مثل برگه های امتحانی میشه. این رو انتخاب میکنم. خب بعد میام دوباره توی سربرگ اول. پس اول سایز کاغذ رو تعیین کردم. توی سربرگ اول این دکمه نارنج رنگ، ببینید فلش به این سمته، باید این رو انتخاب کنم. اگر این رو بزنم به این سمت میاد. ما وقت که بخوام فارسی بزنم باید این رو انتخاب کنم که اینجا قرار بگیره. حالا میتونم چیکار کنم؟ ناممو تایپ کنم. غیر از اون یه گزینه سایز هم اینجا داریم. سایز هم بزرگتر میکنم این رو، مثلا این مقدار. حالا میتونم نامه خودم رو تایپ کنم، به فاصله نامه خدا. خب این به نام خدا رو من میخوام وسط قرار بدم. این رو میزنم، ببینید وسط، این سمت و این سمت، هر سه حالتتونم قرار بدم. من وسط میزنم و اینتر رو فشار دادم. اینتری که فشار بدم میاد اول سطح. خب این رو باید بگم از اینجا شروع کن. خب حالا من میتونم خودم رو مثلا معرفی کنم. من فاصله، خب فاصله رو چطور میزنیم؟ بهتر بریم سراغ عکس ها که توی عکس ها به شما نشون بدم. عکس ها کجا بود؟ مای کامپیوتر، فایل های من، عکس های کامپیوتر، اون عکس صفحه کلید که درشت تر بود. این رو باز میکنم که ببینید. ببینید این کلید این وسط، این فاصله است. بین هر دو تا کلمه من باید یک فاصله قرار بدم. خب میام و ادامه میدم، کلیک میکنم، این رو پایین میدم، این رو هم پایین و حالا اینجا شروع میکنم به ادامه. من دانش آموزه، یه فاصله، من دانش آموزه، کلاس کامپیوتر فاصله هستم. خب و آخرش هم نقطه میزنم. پس بعد این رو من دقیقاً رعایت کنم. خب پس این یه نامه کوتاهی که من مثلا نوشتم. میتونم کل نامه رو انتخاب کنم، بکشم و اینجا بیام نوع نوشتار رو عوض کنم. من این رو میذارم، ببین خیلی درشت، یا این رو. همطور که موسو حرکت بدم شکلهای مختلف رو به من نشون میده و من بر اساس نیاز و سلیقه‌ام هر کدومی که نیاز داشتم انتخاب میکنم. اونهایی که اولشون بی هست اونا فارسی هن. ببینید اونا قابلیت حالتهای فارسی مختلف رو دارن. ببینید چه شکلهای قشنگتری داره اینجا. خب ببینید این داره مثلا، اینا حالتهای خیلی رسمی و حتی حالتهای خیلی سرگرم کننده هم داره. ببینید پس ما حالتهای مختلف میتونیم داشت. من این رو انتخاب میکنم. ببینید یه حالت خیلی ساده و زیبا. برای به نام خدا هم همینطور.
به نام خدا رو یه خط زیرش میکشم و بعد میام دوباره اینجا انتخاب میکنم درشتر باشه. بله این درشتر باشه زیباتره. خب این رو اینجا یاد گرفتیم، پس من میتونم بیام انتخاب کنم، حتی میتونم انتخاب کنم اول. پس یه نتیجه ای هر شیء رو من انتخاب کردم یا متن انتخاب کردم میتونم تغییرات رو روی اون انجام بدم. این رو انتخاب کنم، این رو میزنم زخیم تر، کج بشه خورده، زیرش خط بکشه، خب دو تا خط وسط بکشه، حالت ریز بشه، مثلا این حالت بالا بیفته، خب یا حالت حروف کوچیک بزرگ که مال انگلیسیه به درد ما نمیخوره. حتی رنگش رو میتونم عوض کنم، ببینید همینطور رنگ ها رو میتونم به دلخواه خودم، تقریبا این رنگ رو انتخاب میکنم. خب و اینجا هم شکلش رو میتونم عوض کنم، نوع نوشتار رو که با هم بررسی کردیم. حالا میخوایم کار دیگه ای انجام بدیم، دیگه اینو من کاری فعلا ندارم. خب میخوام بیام و برای صفم یک قابی در نظر بگیرم. خب چطور قاب در نظر میگیرم؟ میرم توی سربرگ سوم و بعد اینجا گزینه داریم به اسم پیج بوردر. پیج یعنی کاغذ، بوردر یعنی قاب، قاب اطراف کاغذ. این رو میزنم. زمانی که این رو زدم یک سری خطهای آماده، ببینید کوچولو اینجا نشون میده که به این خط چین، ببینیم پایین تر دو خطی، زخیم تر ببینید سه خطی، باز زخیم تر، حالت خیلی متنوعی، حالت زیگزاگ بهش میگن، خب حالت دوتایی و حالتهای مختلف که اینجا دیدیم، این حالت ها رو داره. خب من اینا رو دوست نداشتم، میخوام بیام سراغ حالت خیلی، مثلا حالت سیب قرار بدم دور تا دور. بذارید اینو اوکی کنم، ببینید دور تا دور صفحه من سیب قرار داد. میزنم این رو باز، یا دور تا دور صفحه من مثلا این رو قرار بده، ببینید بستنی قرار میده. خب یا مثلا بیام طرحهای درخت، ببینید بادکنک یا هر طرحی که نیاز داشتم قرار میده. خب اینی که من گذاشتم میتونم سایزش بزرگترم کنم، بله با این، ببینید 21 باشه سایز، همینطور کلیک کلیک میکنم تا این بزرگتر بشه، ببینید سایز خیلی درشتر شد. خب من یه کار دیگه هم میتونم بکنم، من دوست دارم رنگ زمینه به جز سفید رنگ دیگه ای باشه. خب اینجا ببینید بالا سر این گزینه اسمش از پیج کالر، پیج به معنی کاغذ گفتیم، کالر هم به معنی رنگ. خب پیج کالر رو میزنم من، حالا هر رنگ موس رو حرکت بدم همونجا رنگ رو برای من قرار میده. خب ببینید هر رنگی نیاز داشتم انتخاب کنم و بعد هم تایید میکنم، من این رنگ سبز رو میخوام، یا اجازه بدین کم رنگ ترش رو بذارم، این رنگ باشه برای زمینه. پس من تونستم قاب قرار بدم و رنگ رو هم عوض کنم. خب ببینید چه برنامه قوی هست. اگر بخوام فایلم رو ذخیره کنم میام سراغ اینجا، ببینید دکمه آفیس، همشون یه دکمه دارن به اسم دکمه آفیس. آفیس به معنی دفتریه، کارهای دفتری، نرم افزارهایی که کار اداری و دفتری انجام میده. من این رو میزنم، خب زمانی که زدم سیو رو میزنم، ببین مثل بقیه برنامه ها تا زدم برنامه باز میشه. میرم مای کامپیوتر و بعد فایل های من دوباره کلیک میکنم، مختلف اوپن میکنم و اینجا ذخیره میکنم. اینجا اسمش رو همون به نام خدا میذارم، پسوندش چیه؟ DOCX و بعد هم سیو رو انتخاب میکنم. پس من از این بعد فایل هامو اونجا ذخیره کردم. خب من میخوام یه کار دیگه بکنم، اینتر میکنم، میام سطر بعدی، بیام اینجا و یک عکس قرار بدم. ببینیم وقتی که بخوام عکس قرار بدیم چه اتفاقی میفته. خب من میام سربرگ دوم، این بار دوم گزینه پیکچر دارم، این هم دارم، کلیپ آرت هست. پیکچر به معنی تصویر و عکس هست، کلیپ آرت هم یعنی همون تصاویر و اشکال آماده است که میتونیم با هم اینا رو ببینیم. من پیکچر رو اگر بزنم میاد سراغ کامپیوتر من، عکس ها رو باز میکنم، مثلا عکس غروب خورشید و اینسرت به معنی درس کردن، عکس رو اینجا میذاره برای من. ببینید حالا میتونم از این گوشه ها بگیرم بکشم و سایز رو تغییر بدم. ببینید عکس اومده این طرف، چیکار کنم که بیاد این سمت؟ میام سربرگ هوم و بعد وسط رو میزنم، ببینید عکس اومد وسط. هر عکسی انتخاب بشه، خب اجازه بدین یه عکس دیگه بیارم، من دلیت رو یه صفحه کلید میزنم، حذفش میکنم، میام سراغ اینسرت پیکچر، حالا مثلا این بار این رو میزنم، یا این گل هایی که اینجا هست و اینسرت.
عکس رو آورد. خب برای اینکه تغییر سایز بدم از گوشه میکشم و جمعش میکنم. این اینجا زمانی که عکسی انتخابه این طرح فعال میشه. ببینید قاب اینطوری باشه، اینطوری. ببینید چه قاب های زیبایی داره. قاب حالت انعکاس، حالت بیزی، ببینید قاب های مختلف، حالت نرم، خیلی حالت های زیادی داره. ببینید حتی حالت های ساده سایه دار. ببینید من میتونم سایه دار، من این حالت رو هم میتونم. من این رو کلیک میکنم، برای من تاییدش میکنه. پس من تونستم بیام و برای خودم عکسم رو بیارم و روش یک سری تغییرات رو انجام بدم. این هم از وارد کردن عکس. من کارهای دیگه هم میتونم اینجا انجام بدم. مثلا میام تو همون اینسرت و بعد کلیپ آرت رو میزنم. به محض اینکه زدم یه کادر اینجا فعال میشه. دکمه داره تحت عنوان گو. گو به معنی اجرا و حرکت. میزنم yes. همه عکسایی که اینجا داره بر من میاره. من حالا هر جو دوست داشته باشم از این عکس ها استفاده میکنم. مثلا اینجا کلیک کنم، اینو میزنم، اینو بر من آورد اینجا. خب یا مثلا به فرض مثال میام پایین تر، مثلا من ماشین دوست دارم، اینجا کلیک میکنم و بعد اینو میزنم، ماشین رو هم میاره. ببینید همه عکس ها رو داره، خیلی عکس زیادی هم اینجا داره، آچار داره، گل داره، همه طرح ها رو اینجا برای خودش قرار داده که من میتونم توی پروژه هام از اونا استفاده کنم. من میتونم ابر بذارم اینجا. ببینید ابر نشوننده بارندگیه. خب و الی آخر هر کدومی که نیاز داشته باشم میتونم نگه دارم و مابقی رو با دلیت روی صفحه کلید حذف کنم. این هم روش اضافه کردن عکس در کنار فایل های ورد. میریم سراغ مطلب بعدی. از چیزهای دیگه ای که من میتونم اینجا بیارم، اجازه بده من این رو دلیت کنم، این رو هم دلیت میکنم که خلوت تر بشه. خب من میام اینجا کلیک میکنم insert و بعد میام سراغ اشکال. ببینید چقدر شکل های زیاد اینجا هست. من مثلا این شکل رو انتخاب میکنم و کلیک میکنم میکشم. ببینید بر من سازش رو هم تعیین میکنه. حالا میتونم رنگاش هم عوض کنم، این رنگ باشه، این رنگ باشه. ببینید چقدر رنگ داره. خب پس رنگ های مختلف هم میتونم براش در نظر بگیرم. حتی در کنار اون میتونم بیام مثلا و از اینها هم استفاده کنم. من این شکل های مختلف تونستم اینجا همشون رو بر من فعال میکنه، میتونم بیارم. حتی میتونم یه کار دیگه انجام بدم. اینتر رو میزنم، سطر بعدی میام سراغ اینسرت و میام سراغ اینجا، اینکه حرف آی انگلیسی به صورت مورب نوشته. ببینید شکل خیلی زیبا بر من گذاشته. خب من اینجا می نویسم، اولا نوش رو هم عوض میکنم توی منو، یه اونایی که اولشون بی بود میذارم و می نویسم فرض مثال کلاس کامپیوتر. حتی انتخاب میکنم شکلش رو اینجا هم عوض میکنم. ببینید این حالت باشه، زخیم تر باشه و بعد اوکی میکنم. ببینید چی میشه، از این سبک خیلی خاص بر من چکام کنه مینویسه که خیلی زیباست. خب پس من تونستم بیام از این حالت ها insert اینجا و بعد یکی از اون حالت های حرفه‌ایش رو انتخاب کنم. من این رو این بار انتخاب میکنم. خب و بعد مینویسم باز دوباره آموزش ببینید. باز اول انتخابش میکنم، میرم سراغ حالت های مختلف، اونایی که بی اولشون هست، مثلا این، و زخیم هم نشون بده و اوکی میکنم. ببینید این هم یک حالت دیگه برای ما که تونستیم خیلی راحت اینجا شکل و متن رو هم عوض کنیم. خب یواش یواش این آماده است که ما این رو چاپ کنیم. خب ببینم چیز دیگه ای که نیاز داشته باشین در اختیارتون قرار بدم. خب نه دیگه این آماده است. من از اینجا سیو رو انتخاب کنم که ذخیره بکنه و بعد از اینکه ذخیره کرد حالا میتونم چاپ خودم رو هم انجام بدم. خب این مپس هم تموم شد. بریم سراغ درس بعدی.